آقای نظری و علاوه بر داخل زمین بیرون زمین هم خیلی خوب گل میزنه. دیگه قطعا همه با رونالدو نظریو آشنا هستید و میدونید که به تازگی برای چهارمین بار و پس از این رابطه ناموفق ازدواج کرده. بازیکن سابق فوتبال که حاشیه‌های دوستی و ازدواج‌های اون همیشه جنجالی و پرسر و صدا بوده، بالاخره سامون گرفت و می‌خوایم در این ویدیو بریم حواشی روابط رونالدو رو با هم ببینیم. اولین رابطه جدی رونالدو در سال 1997 در 21 سالگی با مدل و بازیگر برزیلی یعنی سوزانا ورنر شکل گرفت. رابطه عاشقانه اونها خیلی زود شروع شد اما دوام چندانی نداشت و زندگی رمانتیک این زوج در سال 1999 به پایان رسید و از همدیگه جدا شدند. رونالدو پس از جدایی از دوست دختر سابقش با میلن دومینگز، فوتبالیست سابق زنان برزیلی، در سال 1999 ازدواج کرد. در واقع تا از سوزانا جدا شد یکی دیگر را سریع جایگزینش کرد. آقای رونالدو با میلن رابطه خوبی داشتند اما این رابطه هم بعد از 4 سال به جدایی ختم شد. با این تفاوت که این بار پای یک پسر بچه هم به نام رونالد به زندگی رونالدو باز شد. رونالدو نازاریو این وسط ها رسوایی اخلاقی هم داشته که در ادامه به اون میپردازیم. رونالدو پس از جدایی از همسر سابقش با پیشخدمت برزیلی میشل اومزوکا اولین بار در سال 2002 در توکیو ملاقات کرد و وارد رابطه شد. اما این رابطه هم دوام چندانی نداشت. سال 2005 پس از انجام آزمایشات دی این ای تایید شد که رونالدو صاحب یک فرزند پسر به نام الکساندر از میشله. و اما بریم سراغ ازدواج دوم رونالدو. در سال 2005 رونالدو با دانیلا چیکارلی مدل برزیلی وارد رابطه شد و در همون سال در یک عروسی مجلل حدود 700 هزار پوند خرج کرد و در همون مراسم ازدواج کرد. پس از مدتی دانیلا باردار شد ولی سقط جنین کرد و از اونجایی که هیچ یک از اونها به صورت رسمی از همسران سابقشون جدا نشده بودن، این رابطه و این ازدواج هم شکل نگرفت و این رابطه فقط بعد از 3 ماه به جدایی انجامید. و اما رسوایی اخلاقی رونالدو. در آوریل 2008 رونالدو درگیر یک رسوایی با 3 روسپی ترابستی شد که اونها رو در یک کلوپ شبانه در ریو دو ژانیرو ملاقات کرده بود. رونالدو ادعا کرد که پس از این که فهمیده اونها به طور قانونی مرد هستن، اوضاع که خیلی دارد شد با این قضیه، حالا بعد از این که فهمیده اونها به طور قانونی مرد هستن به اونها پیشنهاد داده در ازای دریافت $600 اونجا رو ترک کنن، ولی یکی از این 3 نفر سعی داشته از رونالدو $30,000 باجگیری کنه. و اما 2 نفر دیگه هم اعتراف کردن که این اتهامات نادرست و کلن زدن زیر قضیه. بگذاریم بریم سراغ ازدواج سوم رونالدو. وقوع رسوایی اخلاقی باعث به هم خوردن نامزدی رونالدو با ماریا بیاتریس شد، ولی پس از شفاف شدن این موضوع رابطه این زوج از سر گرفته شد و سال 2008 با هم ازدواج کردند. و ثمره این ازدواج 2 دختر به نامهای ماریا سوفیا متولد 24 دسامبر 2008 و ماریا آلیس متولد 6 آوریل 2010 هستند. با این حال این رابطه هم مثل روابط قبلی رونالدو به هم خورد و اونها در سال 2012 از هم جدا شدند و بالاخره ازدواج 4م رونالدو نازاریو. رونالدو در سال 2015 با سرینا لاکس وارد رابطه عاشقانه شد و بالاخره رونالدو در سن 46 سالگی در طی مراسمی با این بانوی 32 ساله ازدواج کرد و به طور رسمی باز هم دوماد شد. زودتر هم این ویدیو رو به اتمام رسونیم تا آقای رونالدو روی یک دیگه کراش نزده و شاید هم به یاد ما رو بگیره، نمیدونم. حالا به هر حال خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.